یه بیان لطیفی بود مبارک امام جواد دارد، فرمود به این که هر کس میخواد یه کاری انجام بدهد باید سرمایه گذاری کند. فرمود سرمایه رایگان است، مجانی است. یک ترغیبم میکنن بگن بیایید این سرمایه را بگیرید. این دو اصلا دعوت میکنن به اینکه این سرمایه را رایگان ما به شما بدیم. اون بیان نورانی امام جواد این است که افقتو بالله ثمنو کل غال و سلمو کل عان. نمود اسمینان به خدا، مگر همه کارها به دست او نیست؟ مگر او ما را نخونده؟ حالا اختصاصی ندارد ماه رمضان یه عده بشن ضیوف الرحمن، یا ایام حج یه عده بشن ضیوف الرحمن. اون زمان و زمین یه خصیصه بیشتری داره، هم ماه رمضان یه زمان ضیافت ویژه است، هم سرزمین وحی. اما کل زمان و زمین انسان میتواند مهمان خدا باشد. همود افقتو بالله سمن و غرق لغال و سلم و کلا. غالی باغین یعنی گران، غلوف کرد، غلوف کرد یعنی خیلی بالا رفت. یک کالای گران رو میگن غالی، باغین یعنی خیلی گران. فرمود مگر عالم شدن، متقی شدن، وارسته شدن، حکیم شدن، متعلق شدن، دانشمند شدن مگر گران نیست؟ قیمت این سرمایه این اطمینان به خداست. افقتو بالله، چون اون گفت این کار رو بکنید دیگه، ما رو ترغیب کرد. یا اگر شدنی نبود، اگر سرمایه با نمیداد که نمیگفت تجارت کنید که. فرمود این رأس المال رو بگیرید به عنوان اطمینان به خدا، به خدا مطمئن باشید، روی خدا حساب بکنید. به اصطلاح این سرمایه و قیمت و بهای هر چیز گرانی است. شما میخواید عزیز باشید، عزت گرانه دیگه، پولش دستتونه. میخواید در جامعه محترم باشید، این کار گرانی دیگه. کسی نیست که نخواهد عزیز باشد، نخواهد محترم باشد. خب انسان 80 سال 90 سال با عزت و آبرو زندگی کند، این سنگینه دیگه. فرمود این بر سنگینه، خیلی گران هم هست، اما سرمایهش در اختیار شماست. از ثقتو بالله، اطمینان به خدا یعنی چی؟ یعنی این که او گفته باور کنید. فرمود شما اگر بیراه نرید، راه کسی رو نبندید، ربا نگیرید، ربا ندید، دروغ نگید، اختلاسی نباشید، نجومی نباشید، من از راهی که شما فکر نمی کنید روزی رو تأمین میکنم. اصلا خدا میخواد موحدانه ما را اداره کند. تو آیه 6 سوره مبارکه هود فرمود شما چه کار دارید ما را اقرب سمیان؟ این آیله منن، من موظفم به تمام مارها و اقربهای عالم روزی بدم. حالا چه کار داری فرون خرس قطبی نجس العین است و حرام گوش؟ حتما اون پرونده دارد بیش من، آیله منه، من خودم رو موظف میدنم به اروزی بدم. با علا تعبیر کرد، این خداست. فرمود در سوره طلاق و من یتق الله یجعل له مخرجا. فرمود شما کسب حلال بکنید، کار نداشته باشید روزیتون چیه. صبح برید مغازه، بسم الله الرحمن الرحیم، این کالایی که خریدم با یه سود قابل قبول دارم میفروشم، نه ربا میگیرم، نه ربا میدم، نه تطفیف میکنم، کم فروشی میکنم، گران فروشی میکنم، این کار رو نمی کنم. و من یتق الله، هیچ کسی که با تقوا باشد در کار نمیماند، همیشه بر اون رفت دارد. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اون کسی که موحد است یک کارش انجام بده، ایمانش به کسبش نیست، کسب یه وظیفه است. هر کسی یه کاری دارد، حوزوی یه کاری دارد، دانشگاهی یه کاری داره، دامدار کسی تا کار داره، کشاورز یه کاری داره، پیشوری کسی داره، هر کسی یه کاری دارد. این کار ما وظیفه انجام بود، این عنوان وظیفه است. اما رازق این نیست. فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این برخلاف آیه 6 سوره مبارکه هود است.
فرمود من اصلا میخوام مؤمن با توحید به سر ببرد، از راهی که او فکر نمی کند من روزیش تأمین می کنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب. این آیه است که وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه را به این صورت می پرورد. فرمود افقتو بالله ثمن کل غال، یعنی هر چیزی که گران است. یه دانشجو میخواد به اون مقامات علمی برسد، این با اطمینان به خدا تلاش و کوشش میکند، وقتش بیجا صرف نمیکند، به مقام علمی هم میرسد، مشکل کشور رو حل میکند. اگر کسی بخواهد به درجات عالی برسد، سلم یعنی نردبان، فرمود اگر کسی میخواد بره بالا بره، بخواد بره بالا بره، ولی من نردبانش رو تعیین میکنم. سلم یعنی نردبان. یه وقت از انسان می لغزه، اون نردبان سالم نیست. سلم اون نردبان است، نه خودش می لغزه، نه اون بالا بریش نقص داره، نه این کسی که بالا می رود می افته. این رو میگن سلم، اون نردبانی که سالم انسان رو به بالا ببره، یه بالا بر سالم است. این بیان نورانی امام جواد این است که اطمینان به حرف خدا، او گفته این کار رو بکن دیگر، ما باور اون باشه. اثقتو بالله ثمن و کل غال و سلم و کل عال. هر جای بلندی شما بخوای بری، همه اینا که مجتهد شدن، عالم شدن، ابتکاری کردن، چه در حوزه چه در دانشگاه، با اطمینان به لطف خدا بود دیگر. نگفتن به من چه، نگفتن به من نمیرسد، گفتن به من هم میرسد. سلم و کل عال. و این جامعه هرگز نمیموند، این جامعه ای که در کنار قرآن اطرت است، یک صدم جمعیت دنیاست که دنیا 7 میلیارد است، این 70 میلیون هست، یک صدم جمعیت دنیاست. 10% امکانات دنیا حداقل در دست اوست. این جامعه دیگه گرفتار تولید و اشتغال اینا نیست. این که ما حرم مشرف میشویم، در و دیوار میبوسیم، زیارت میکنیم، میگیم کلام مکم نور، حرفاشون همین. خب کشوری که 1/100 جمعیت دنیا رو دارد، 10% امکانات دنیا در دست اوست، این چرا باید در اثر کمی تولید و کمی اشتغال بیکار داشته باشه؟ چرا باید جوانهای ما به سن ازدواج رسیده ازدواج نکنند؟ این بخش دومش مربوط به فرهنگ خود ماست. ما باید بدانیم مواظب زبان ما بشیم، احترام متقابل داشته باشیم. این بیان نورانی ده ها بار به عرضتون رسید، هر بار انسان بگوید این بیان تازگی دارد. فرمود تزاور و دور هم جمع بشید، از یکدیگر فاصله نگیرید. چرا؟ فن فی زیارتکم احیان لحادیسنا. شما شیعیان مایید، وقتی دور هم جمع شدید حرفای ما رو میزنید. این تو نیست که موبایل دستتون باشه، دیدار بازید با هم میدید باشه که وقتی نشستید میدید فرون امام چی گفته، فرون آیه چی گفته، اینا درس زندگی ما میدن. فرمود تزاورو فن فی زیارتکم احیان لحادیسنا. و احادیثنا تعطف و بعضکم علا بعضین. فرمود سخنان ما در شما عاطفه ایجاد میکنه. همه ما شهیدیم که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه. این درسته دیگه. شما میخواد برج بسازی، خونه بسازی، بخش اول که سنگ گذاشتی، دوم بخواد سنگ رو سنگ بذاری، جب بند نمیشه که. یه ملات نرمی میخواد که بین این دوتا سنگ باشه، این بشه برج. سنگ رو سنگ بند نمیشه. فرمود حرف های ما اون ملاته. زن و شوهر جمع میکنه، اعضای خانواده رو جمع میکنه، جناها رو با هم جمع میکنه، احزاب رو با هم جمع میکنه. تزاورو فین فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. فهمون سخنان ما ملات جامعه است. جامعه اگر بخواهد برج مستحکم بشود،
محبت، ادب، انسانیت، گذشت، پوشش عیب دیگران، اینا لازم است. حضرت فرمود سخنان ما این کار را بکنند. تزاورو فإن فی زیارتکم احیاء لأحادیثنا و احادیثنا تعطفو بعضکم علی بعض. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.